اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. بلم بعته بعته ما استفاد منه. شو اسوي بيه البلم؟ عندي بلم صغير استفاد منه صغير، هنا اروح انصب لي هيالتين ثلاث ينبيتني. قبل اروح انشنت بعيد هناك كانت السمكه بعيده ونصيد سمك وهاي ونستفاد منه. سمك وايد كان، مو مثل هسه ماي كان وايد بالهور. الهور قبل يفرع عن هسه وين؟ قبل دنيته سمكه ظاله. قبل انا انصب لي ثلاث هياي لاربعه اجيب 20 كيلو 30 كيلو سمك. هسه انصب 100 هياله اجيب لي اربع سمكات لو خمس سمكات. اربع سمكات يعيشني انا، ما يعيشن بيتي. ليش هذا ماي ماكو بالهور؟ لو اكو ماي طيور كثرت، السمك صار وايد. هذا هم الماي، احنا فصل صار عندنا بعد بس يعني. رشته کوه‌های زاگرس، سرچشمه ده‌ها رود به سمت فلات مرکزی ایران و خلیج فارس، رودهای بزرگی چون کرخه و دز و بزرگترین آنها کارون. کارون به اروند می‌پیوندد، اما گاهی آب طغیان کارون در فصل پر آب توسط نهر بهره و ماله به جلگه‌های پست جنوبی سرازیر می‌شود. محلی که رود جراحی پس از طی 640 کیلومتر از کوههای کهگیلویه و بوی رحمت به این سرزمین میرسد و به ده‌ها نهر کوچک تقسیم میشود. آبادی‌ها کنار نهرها شکل میگیرند و هر آبادی به نام نهر خود نامیده میشود. نهرهایی چون منصوره، خشاب و سالمی. انشعابات رود جراحی سرانجام در نزدیکی شهر شادگان آرام می‌گیرد و تالاب بین المللی شادگان با نام‌های کهنی چون دورقل فورس یا فلاحیه را ایجاد می‌کند. تالابی به وسعت 400 هزار هکتار از جنوب دارخوین در امتداد جاده تا شهر شادگان و از شادگان تا خور دورق و ادامه آن تا خور موسا در امتداد خلیج فارس تا کناره رود بهمنشیر.
قسمت‌های شمالی تالاب شادگان که از خلیج فارس دورتر است آب شیرین دارد و به تبع آن پوشش گیاهی انبوهی از لویی با نام محلی بردی و نی با نام قصب بسیار دیده می شود. اما قسمت‌های مرکزی لبشور است با پوشش گیاهی ضعیف‌تر علف شور و قسمت‌های جنوبی شور و بدون پوشش گیاهی قابل مشاهده. این علف ها رو باید چی میشین اینا؟ گامیش ها تو اینا رو میخورن؟ پرشیر میشه اینا بخوره. اسمش چیه؟ این عربی ما بهش میگیم، البته کوچک که باشه یه دو تا اسم داریم، بهش میگیم حشیش، بعضی میگن نگبور، بلند که بشه نه دیگه ما بهش میگیم قصاب نی. از اینا یه صنایع دستی به نام بوریا، البته نیای بلندش میگیرن و نیای محکمش پوستش میکنن. یه طوری خلق شده یکی پوستش یکی پوست به پایینش مثلا به این طرف باید کنده بشه، دومیش نگاه کن رو به این طرف، نگاه مشخصه این رو به این طرف باید کنده بشه، یک در میونه این باید این طرف کنده بشه یکی. بعد این خرد میکنن خوب که یکم پهن بشه، بوریا ازش درست میکنن، صنایع دستی مثلا برای سایبون، برای زیر فرشی اینا ازش استفاده هایی میکنن. کجا درست میکنن موریا رو؟ داریم تو خود روستای ما هم بعضی ها درست میکنن، ولی دیگه کم کم به قول معروف داره از بین میره. حصیر و باریه از صنایع دستی و یکی از راه‌های امرار معاش مردم اطراف تالاب شادگان در گذشته بود که امروز به علت کاهش پوشش گیاهی نی و لویی رو به زوال است. واگن اینم کنده میشه. بچه ها باش بازی میکنم، یه صدا میده یه صدایی میده. نیها پناهگاه پرندگان نیز هستند. هواسیل سفید بزرگ یکی از پرتعدادترین پرندگان مهاجر این تالاب. ماهی خور ابلق گونه بومی پرتعداد و ماهی خورک گونه بومی دیگری که در تالاب شادگان دیده می شود. در تالاب شادگان از 495 گونه پرندگی شناسایی شده در کشور 154 گونه مشاهده می شود. پرندگان مهاجر در فصل سرما از ابتدای پاییز تا پایان زمستان به تالاب شادگان مهاجرت می کنند. در بین گونه های مختلف 8 گونه بومی شکاری به علت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس در خطر بیشتری قرار دارند، مانند این سنقر تالابی. چوب پاها همیشه در کناری تالاب دیده می شوند. خروس کولی دم سفید نیز مانند چوب پاها پرتعداد هستند و صدای دیدومت ها همیشه در تالاب شنیده می شوند. ماهی غذای کاکایی ها و بیشتر پرندگان تالاب است. غذایی که انسان نیز به صید روزانه اش مشغول است.
خب بگیم اون توضیح ده اینه چه ماهیه یا نشون بده اونم بنشینم سم چات فوشینگ اینا کپوره آن کپوره نه اونا کپوره این کپوره اینا این کپوره این کنه سم هنوش اینا اون یکی سبزه چی هست هم بنی هست بنی که میگن بومی اینجا هست نه بنی از همه بهتره نه از اینا بزرگ هم هست بزرگتر از این هم هست سه سال متوالی اینجا خشک بود و خیلی همچی دست به مهاجرت زدن حتی علوفه برای دام هم وجود نداشت خود من رفتم قایق بزرگم گرفتم تو رودخانه کارون صید می کردم علوفه دامم همچی از اونجا از رودخانه کارون با خودم یوردم سه سال متوالی چیزی که تا لا به قبلا دیدم تا الان زمین تا آسمان فرق می کنه چرا؟ تالاب یه زمانی یه ماهیایی داشت انواع ماهیایی داشت که من کوچک بودم اینای الان فقط نمیشناسم قبلا الان دارم از آقام اینایی که صیاد حرفه‌ای و قدیمی ان و واقعا مسنن سوال میکنم که آقا ماهیایی که قبلا اینطور فلان فلان ماهی 36 نوع ماهی بوده کجان این ماهی ها اینا نسلشون منقرض شده از 36 گونه ماهی تالاب شادگان دو نوع قزروفی و بقیه استخوانی هستند ماهیانی چون شیربت کپور، لپهن، آگنه‌ای و معروفترین آنها بنی، ماهی سبز رنگ تالاب شادگان. تالاب شادگان در گذشته حدود 5000 خانوار صیاد از اون در واقع ارتزاق و روزی داشتن یعنی معیشتشون از اینجا میگذشته امروزه هم شما نگاه میکنید که گذری به اون داشته باشی گاومیش عرض کنم که دام و سایر استفاده ها رو برای زیستمندان اطراف اون داره کسی به درستی ریشه نژاد گاومیش ایرانی را نمیداند اما گمان میرود این گاومیش ها از نژاد گاومیش هندی باشند که مهمترین دام روستاییان تالاب شادگان هستند بدون وجود تالاب پرورش گاومیش ها غیر ممکن است چرا که علاوه بر تأمین خوراک آنان از نیها و گیاهان تالابی گاومیش ها فاقد قده تعریق هستند بنابراین برای خنک کردن خود و دوری از گزند حشرات باید روزی حداقل دو مرتبه داخل آب بروند حتی گاو ها نیز به این نوع زندگی داخل آب عادت کردند از جهت ارزش تالاب مهار کننده سیلاب ها هست از پوشش گیاهی تصفیه آب تلطیف هوا هر آنچه که شما فکر میکنید در زمینه این تالاب این ارزش ها رو داره نیشکر محصول کشاورزی خوزستان گیاهی که نیاز به آب تخت کردن زمین ها برای از بین بردن شوری مزارع دارد از طرفی زهکش های این مزارع دائما آب نیمه شور حاوی سم و کود های شیمیایی را دفع می کنند. زهکش های مزارع در سالهای ابتدایی توسعه صنایع نیشکر به کارون متصل شدند اما پس از شوری آب شور به شهرهای آبادان و خرمشهر به ناچار آب شور زهکش ها در تالاب شادگان تخلیه شد. اما با سرازیر شدن آب نیشکر به تالاب شادگان تمامی این محصولات و فراوردهایی که خدمت شما عرض کردم رو به کاهش پیدا کرده کلن اکثر پرندگانی که اینجا زیست می کردن مهاجرت کردن بعضی از آبزیان نسل اونا بکلی منقرض شده و یا بعضی هم کمتر شده است توسعه بدون توجه به محیط زیست گاهی مشکل ساز است در واقع دستا همه بسته شد هیچ ارگانی موافق نیست الان شما اگه میتونستید قشنگ میگرفتین زهکشا رو تخریبا رو میبینید دیگه میلیاردها تومان و میلیاردها دلار خرج شده بود توش بعد خب اینو ندیدن این زهکشو ندیدن این آبشور رو ندیدن ول کردن تو رودخونه خب خیلی صدمات زده بود اجباراً آوردن ریختنش تو تالاب دیگه
یعنی خودشون هم مجبور بودن این کار کنن، چون خب طرحی براش پیش بینی نشده بود، طرح مسئله نشده بود از قبل، الان مشکل به وجود اومد، طرح مشکل دارن. مردم در ابتدا از شوره اینا به اطلاع نداشتن، با بخصوص سالهای اول که این این آب به تالاب سرازیر شد، کلا تمامی این نی و الفزارها و پوشگی ها را از بین برد. الان کم کم داره نسبت به سالهای اول کم خوب میشه. اولا این صنعت اون موقعی که گذاشته شده به نظر این میرسه که این ارزیابی نداشته، یا اصلا اون موقع قانون ارزیابی نبود اینا، چون از خیلی دور اینا. ملوصف امروزه برای ما شده یک مشکلاتی. در مقطع فعلی ما ضمن این که حالا یه سری مسائل اداری و حقوقی پیگیری کردیم، اونا آمدن متحد شدن که این زهکش رو به نحوی از حاشیه تالاب ادامه بدن که برسه به ناحیه لبشور دریا. تایید نهایی ما این نیست که این بره داخل دریا، ولی بین الاهم و فلاهم شده، یعنی در واقع جلوی ضرر رو یه مقداری بگیری منفعته. در نهایت اینا متعهد شدن، مکلف شدن که نسبت به احداث یک کانال خاکی برای هدایت این فاضلاب به ناحیه لبشور دریا اقدام کنن. در حال حاضر هم این تلاش رو دارن، منتها یکی دو ساله که دارن فعالیت میکنن، هم صعوبت کار و هم اینکه مجال فصل مساعد، چون محیط تالابی است، ماشینالات به سختی باید کار کنه، طول کشته.